در برابر تو ایستادم و تو را بر زمین خواهم زد. گمان باطل میکنی؟ این منم که همه سلاح ها را در اختیار دارم. بعد دروغ سلاحایش را بیرون کشید و نشان داد. اول چراغی سحرانگیز بیرون آورد که نوری فریفتنی داشت. این چراغ مکر است. هرچه هست بسیاری را به دنبال من می کشد. بعد دروغ آوازی سرداد با تنین‌های فریبا. این آواز فتنه است. هرچه هست خلایق را گیج می کند و مدتی به دنبال من می کشد. بعد دروغ سنگی تابنده از جیبش بیرون آورد که رنگی طلایی و گاه سیمین داشت. این تطمیع و باج است. اغلب کسان را با این به مزدور و همدست خود بدل می کنند. همه آنان نیز پس از مدتی همچون تو نابود و یا از کرده پشیمان می شوند. هزارها سلاح دیگر هم که به کار بگیری باز در برابر تو خواهم ایستاد و آخر تو را بر زمین خواهم کوبید. دروغ عصبانی شد، چشمانش برقی شیطانی زد، تیغه‌ای و تنابی بیرون کشید که هراسی بزرگ در دلها می انداخت. همه سلاح‌هایم که از کار افتاد این را به کار خواهم انداخت. چه باک، عاشقان را سر شوریده به پیکر عجب است. دروغ تیغ‌هایش و تناب‌هایش را به کار انداخت. حقیقت بی سر بر روی زمین می رفت و بر کنار نیز دارها بود و پیکرهای مدافعان حقیقت و سر به دار. بر جای ایستاده پیکره منحوس دروغ، سیاه روی و سیاه بخت، چون بنایی کهنه فرو می ریخت و جهانیان در پی حقیقت جویان بی سر می دویدند. در دو قسمت قبلی سنگ و طلسم نمونه های از نعل های وارونه رژیم آخوندی علیه مجاهدین رو طی این سالیان بررسی کردیم. اما به راستی اگه کسی با خصوصیت های این رژیم آشنا نباشه، از شنیدن فرافکنی های اون علیه مقاومت ایران و همه طرف حساب‌هاش تعجب خواهد کرد و به فکر خواهد افتاد که آخوندها این همه خبر جعلی و دروغ رو از کجا میارن و چرا این کار رو میکنن؟ آیا این نشونه قدرت و اقتدار یک حکومته؟ امروز با بررسی شمار دیگه از این نعل‌های وارونه آخوندی علیه مقاومت ایران به این سوال‌ها هم پاسخ خواهیم داد. یکی از تاکتیک‌های نعل وارونه اقفال و فریب مردم و اجیر کردن مزدور است. این شیوه از تهران تا اروپا و آمریکا و سراسر جهان استفاده می‌شود. و البته به آستانه شهر اشرف هم میرسد. فریب از طریق نعل وارونه. رژیم و عواملش تو عراق برای راه اندازی نمایش رسوای خودشون در ضلع جنوبی اشرف در روز 21 دی 89 به روستاها و محلات حاشیه شهرهای جنوبی عراق میرفتن و به نفرات میگفتن اونا رو برای زیارت مجانی برد. نفرات معدودی برای زیارت رفتن به عوامل رژیم اعتماد کردن. اما نفرات رژیم وقتی به بغداد رسیدن، به جایی که اونا رو به زیارت ببرند، به فریب خوردگان گفتن حالا به محل سکونت کسانی میرین که عاملین انفجار سامر را هستن. این هم البته یک نعل وارونه بزرگ دیگه که البته استیصال رژیم رو در قبال محبوبیت گسترده مجاهدین نزد مردم عراق نشون می‌ده.
تجارت روسی حرم ائمه اطهار در سامرا روز چهارشنبه سوم اسفند 1384 به وقوع پیوست و جهان اسلام را شوکه کرد. در همان زمان شخصیت‌های مستقل عراقی این جنایت را به رژیم آخوندی نسبت دادند، چرا که نیت رژیم برای شعله بر کردن جنگ طائفی بر هیچ کس پوشیده نبود. چند سال بعد در بحبوه اوجگیری قیام مردم ایران، تصویر یک جنایت هولناک دیگر این بار در خیابان‌های تهران مردم سراسر جهان را تکان داد. لحظه شهادت ندا آقا سلطان به پربیننده ترین تصویر جانباختن یک انسان تبدیل شد و رژیم را بیش از پیش در انظار جهانیان منفور کرد. در حالی که تصاویر لحظه جان دادن دختری به نام ندا سلطانی به صورت گسترده در شبکه‌های خبری مخالف جمهوری اسلامی پخش شده و این مسئله به پروژه‌ای برای بدنام کردن نیروهای نظامی ایران تبدیل شده است، یک مقام آگاه امنیتی از افشای سناریوی سه مرحله‌ای تروریست‌های مجاهدین در قتل مردم، تصویربرداری و مخابره فوری این تصاویر خبر داد. یک منبع آگاه درباره کشته شدن خانم ندا آقا سلطان اعلام کرد سرنخ‌های دقیق از عامل تیراندازی، نوع و چگونگی شلیک گلوله به دست اومده. بررسی‌ها نشون داده که خانم آقا سلطان با یک گلوله مشخص هدف قرار گرفته که نوع اسلحه، فاصله شلیک و افراد حاضر در صحنه شناسایی شدن. افزون بر این، فرد یا افرادی منتظر چنین واقعی بودند که به صورت زنده از چند جهت از نام برده و صحنه تیر خوردنش فیلم برداری کرده و اون رو به رسانه‌های خارجی و ضد انقلاب دادن. البته رژیم به طور خاص در دوران قیام سال 88 عادت کرده بود که هر روز جنایتهاش رو به شرق و غرب دنیا نسبت بده تا کمی از فشار شدیدی که روش بود رو کم بکنه. اما در عصر ارتباطات دیگه جهانیان قادرن حداقل بخشی از جنایات رژیم رو به چشم ببینن و چنین ترفندهایی که حاصلی جز رسوایی براش نداره روی آب بریزه. رژیم گاه برای پیشبرد تاکتیک نعل وارونه و نسبت دادن اتهامات واهی به مجاهدین سرمایه گذاری های بسیار کلانی میکنه و رشوه های سنگینی به طرف حسابش میده. تلاش رژیم اینه که در عین پوشوندن جنایت‌های خودش به مقاومت ایران هم ضربه بزنه. اقدامات رژیم برای نسبت دادن بمباران شیمیایی حلبچه به مجاهدین یکی از این نمونه‌هاست که وکلای عراقی و فرانسوی در جریان محاکمه مقامات سابق عراق آن را فاش کردند. رژیم آخوندی در عمان و پاریس با این وکلا تماس گرفته و در مجموع پیشنهاد 120 میلیون دلار رشوه داد تا بمباران حلبچه و مصرف گاز سیانید را که فقط طرف ایرانی آن را در اختیار داشت کار مجاهدین خلق جلوه بدهند. Et puis je vous faire une confidence même si elle va peut-être me coûter. Moi j'ai été convoqué par l'ambassadeur d'Iran. Et la première chose qu'on m'a dit à l'ambassade d'Iran c'est comment va Saddam. Nous sommes nous iraniens très inquiets sur sa santé. Je veux dire que j'ai entendu la question, je me suis cramponné à ma chaise pour savoir si j'étais pas en train de rêver. Bon. Voilà, on va se mettre d'accord, nous dit l'ambassadeur. Nous, nous allons dire que Saddam n'a pas gazé les Kurdes. Vous, vous direz que les Iraniens n'ont pas gazé les Kurdes. Mais nous avons un dossier à vous donner dans lequel nous avons la preuve que ce sont les Moudjahidines du peuple qui les ont gazés. Donc nous allons trouver un responsable commun. Ce sera les Moudjahidines du peuple. Vous direz que c'est les Moudjahidines du peuple. Nous, nous dirons que c'est les Moudjahidines du peuple. Et l'honneur sera sauf. Qu'en pensez-vous ? حلبشة لدينا من الأدلة والوثائق والقرائن وموجودة لدى CIA والمخابرات الأمريكية وكل قامت إيران بضربها بغاز سيانيد الهيدروجين وقد قامت إيران بعرض مبلغ 20 مليون دولار على هيئة الدفاع في عمان وقامت بعرض مبلغ 100 مليون على قسم من أعضاء هيئة الدفاع في باريس لعدم التحدث على موضوع حلبشة
ولنرمي بضرب حلبجة على مجاهدي خلق. واقعیت اینه که رژیم از سر سیری یا اشتباه محاسبه سیاسی نعل وارونه نمیزنه، بلکه برای حکومت ولایت فقیه که در سراشیب سرنگونیه، این مسئله یعنی این نعل وارونه زدن یک نیاز مبرمه. بهترین تدافع رو در تهاجم پیدا میکنه و برای اینکه از اصل موضوع فرار کنه و پای خودش گیر نیفته به هر یاوهی متوسطش. یک نمونه دیگه که تو همین امروز هم ادامه داره، صدور احکام قلابی دستگیری علیه مجاهدان اشرف در عراق. یکی از تازه ترین نمونه های آن مربوط به اواخر دی ماه 89، صدور حکم دستگیری 80 تن از مجاهدین توسط سفیر تروریست رژیم در عراق است. این فهرست 80 نفره به قدری شتاب زده تنظیم شده که اسامی شهیدان یا مجاهدان در گذشته نیز در شمار مجاهدینی است که باید دستگیر و محاکمه شوند. ما معتقدیم تعداد قابل توجهی از ساکنان اشرف اسیر دست کمتر از 100 نفر از فرماندهان هستند. ما رسما اعلام کرده ایم که یک گروه 38 نفره و یک گروه 42 نفره از اینها مجرم هستند. صدور چنین احکام جعلی علیه مجاهدین تو سالهای اخیر کم نبوده، اما این مورد مشخص واکنش رژیم به انتشار حکم دادگاه اسفانی است. چرا که با صدور حکم دادگاه و شروع رسیدگی به جنایت‌های 6 و 7 مرداد 88 در اشرف و احضار سرلشکر شمری فرمانده این تهاجم به دادگاه، رژیم و عواملش به وحشت افتادن و مجبورند باز هم برای فرار به جلوی دیگه‌ای به چنین واکنش‌های هراس‌آلودی رو بیارن. با مرور و بررسی نمونه‌های از نعل‌های وارونه رژیم در چند برنامه، حالا میتونیم نتیجه بگیریم که مقابله و در افتادن با این تاکتیک کثیف طی بیش از 30 سال بخشی از مبارزه و جنگ مردم و مقاومت ایران علیه رژیم آخوندی بوده و هست. اگر مقاومت ایران نبود، آخوندها با همین دجالگری ها همه دنیا رو می فریفتند و مقاصدشون رو به راحتی پیش می بردند. اما امروز دست رژیم برای همه دنیا رو شده. نعل‌های وارونش در هیچ کجای جهان خریداری نداره و هر چند این رویارویی تا روز سرنگونی رژیم ادامه خواهد داشت، اما نتیجهش پیشاپیش روشن. از همراهیتون با سنگ و تله سپاسگزاریم. خدا یار و نگهدار همگی شما.